He's really trying to capitalize on fears in the West about what the Syria opposition is becoming. او واقعا میکوشد تا از ترس و حراس موجود در غرب نسبت به تغییر ماهیت اپوزیسیون سوریه بهره برداری کند. البته این درست است که برخی از عناصر القاعده مشغول نبرد با رژیم اسد هستند، اما اینکه بخواهند تمام اپوزیسیون پیچیده سوریه را به سطح القاعده تنزل دهند مبالغه گویی و اقدامی از روی استیصال است. آقای اوباما گفته که اقدام نظامی آمریکا علیه سوریه محدود خواهد بود، ولی در همون حال رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای گفته که وضعیت منطقه مثل یک انبار باروت و با کوچکترین جرقه ممکن این انبار منفجر بشه. آیا به نظر شما اقدام نظامی علیه سوریه میتونه اقدامی محدود باقی بمونه یا اینکه یک جنگ بزرگتر در تمام خاورمیانه به وجود خواهد آمد؟ به نظر من تصور اینکه ضربات نظامی کاملا محدود خواهد ماند بسیار دشوار است. بسیار احتمال دارد که رژیم سوریه از این حملات به عنوان پوششی برای کشتار بیشتر مردم خود استفاده کند و همین حالا گزارش هایی می شنویم که غیر نظامیان و زندانیان سیاسی را به عنوان سپر انسانی به هدف های نظامی منتقل کردند. اثرات جنگ داخلی سوریه در عراق و لبنان مشهود بوده و مسلما اقدام نظامی علیه سوریه اثرات منطقه‌ای به همراه خواهد داشت. اما نه آن جنگ منطقه‌ای تمام عیاری که رهبری ایران هشدارش را داده، که البته این هشدار با انگیزه های سیاسی صورت گرفته. آیا فکر میکنید در صورت اقدام نظامی آمریکا علیه سوریه جمهوری اسلامی به طور نظامی در این پیکار درگیر بشه؟ ایران از مدت‌ها قبل در سوریه درگیر بوده، نخست به عنوان یک متحد و تأمین کننده حمایت مالی، اما الان گزارش‌های تایید شده زیادی می‌بینیم که نظامیان و شبه نظامیان ایرانی و حزب الله مستقیماً در مناقشه سوریه درگیرند و پیکارجویانی نیز از عراق وارد سوریه شده‌اند. بنابراین این سناریوی ناراحت کننده است و یک سوال مطرح برای سازمان‌های اطلاعاتی غرب این است که آیا ایران برای تلافی دست به اقدام نظامی خارج از سوریه خواهد زد یا نه؟ unconventional attacks in other parts of the region or the world. روزنامه لیبراسیون در فرانسه هفته پیش گزارش داد که ایران حدود 17 میلیارد دلار خرج کرده برای کمک به سوریه در این جنگ داخلی دو ساله. آیا به نظر شما بدون حمایت مالی ایران رژیم اسد میتونه ادامه بده به این پیکاری که با مخالفین داره؟ Syria's economic resources have been این مناقشه از منابع اقتصادی سوریه شدیداً کاسته و اثراتی منفی بر اقتصاد کشور داشته است و از این رو حمایت مالی ایران از سوریه و نیز مشورت‌های نظامی ایران بسیار برای رژیم اسد مفید بوده. در این میان جالب است که می‌بینیم رهبری ارشد ایران به طور کلی استفاده از سلاح‌های شیمیایی را محکوم کرده. البته نه اینکه استفاده رژیم سوریه را از این گونه سلاح‌ها محکوم کرده باشد. با این همه این رویدادی مهم است. ایران یکی از امضا کنندگان پیمان منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی است. بیشتر از هر کشور دیگری بر سوریه نفوذ دارد و اگر بپذیرد که سوریه از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرده، ممکن است از نفوذ خود برای جلوگیری از تکرار این حمله استفاده کند.